of Asgard. Asgard is the king of the kings. Say something for Greek. اصغر فرهادی برنده جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن برای ساخت قهرمان شد. نشریه آمریکایی ورایتی در مطلبی با بررسی شانس اصغر فرهادی و امیر جدیدی برای فیلم قهرمان در جوایز اسکار 2022 پرداخته بود. کلایتون دیویس در مطلبی نوشته بود که اصغر فرهادی به عنوان نویسنده، کارگردان و تهیه کننده قهرمان یکی از مطمئن‌ترین فیلمسازان حال حاضر در صنعت سینما است که دقیقاً می‌داند چه نوع فیلم‌هایی را می‌خواهد خلق کند و آکادمی نیز تاکنون با دو اسکار به او پاسخ داده برای جدایی سال 2011 و فروشنده 2016 که فیلم جدایی در شاخه بهترین فیلمنامه اصلی نیز نامزد کسب جایزه بود. اگر ایران تصمیم بگیرد فیلم فارسی زبان قهرمان را به عنوان نماینده خود در شاخه بهترین فیلم بین‌المللی اسکار 2022 انتخاب کند، فرهادی فرصت کسب سومین مجسمه طلایی را برای سرزمین مادری خود خواهد داشت که این باعث می‌شود یک قدم به رکورد فیلمساز ایتالیایی فردریکو فلینی برنده 4 جایزه اسکار نزدیک شود. اما در این بین جایزه کن به امیر جدیدی نرسید. کلیب لندری جونز بهترین بازیگر مرد جشنواره کن 2021 شد. امروز برخی رسانه‌ها پیش‌بینی کرده بودند که احتمال دریافت جایزه کن توسط امیر جدیدی برای بازی در فیلم اصغر فرهادی بسیار است. امیر جدیدی که نقش شخصیتی احساسی و جذاب به نام رحیم را در فیلم قهرمان بازی می‌کند، یکی از بهترین نمایش‌های امسال را ارائه داده بود. او کاملا متعهد دامنه گسترده از احساسات را ارائه داده و از حساسیت‌های خود به عنوان یک بازیگر آگاهه و این چیزی است که عاقلانه از شاخه بازیگری جوایز اسکار آن را مورد توجه قرار دهد. قهرمان شروع خوبی با رونمایی در جشنواره کن داشته و باید منتظر برگزاری جشنواره‌های پاییزی از جمله ونیز و تلوراید باشیم تا بدونیم قهرمان در جوایز اسکار کجای کار قرار گرفته. آرزوی موفقیت‌های بیشتر برای این کارگردان و بازیگران خوب کشورمون. با پیله همراه باشید تا در جریان خبرهای جنجالی و روز دنیا قرار بگیرید.